Tudom, minden nézi, tudom, még az egy olyan is, de van nem én rossz, hogy amit én tudok neki gyúrva szállt, mert most én barnom én rossz, bár az ember szállt az adás, hogy ebben ma húzat, hogy rossz. De akire barnom én rossz, jaki ez dúszta, zengzede bülen van, nazariad, hogy a kismadé, kumaté metamarkézó, kumaté gájra metamarkézó, után. Szóval én rossz, bár mire bár, kumate gajri metamarkéz, nego je saktoris josi, stela je federalizmas. Ma mihem bani chan nozu tafkik kunam ke to nozi ruchan chava bare dosto, da qismat va badan da mawzuat digi mi pardozim ke der afi guzashta rokh dad ke mohem taras. Maqsud az kumate metamarkéz va gajri metamarkéz ya khod kumate federalizm. Khod federalizm ya gasl saktoriye yak nizam siyasis. نظام است که دو تقسیم و توزیع قدرت بیشتر دو تاکید میشه و چی در جهت عمودی و چی در جهت افقی برای اصطلاح جهت عمودی از دیدگاه حکومت فدرال یا حکومت مرکز و نواحی حکومت نواحی از بالا به با پایین و همچنان در سطح به اصطلاح افقیش از نگاه موایدهای منطقی از نگاه فرهنگی و اقتصادی و قبیله‌ای و اینا هم تقسیم قوا صورت میگیره. اما تقسیم قوا هم در چی در حکومت مرکزی یا در سیستم متمرکز و چی در سیستم غیر متمرکز یا فدرالی همیشه وجود داره. همی سه قوای مقننه و اجرایه و قضایه در هی سه مورد همیشه وارد است. دوست که زنگ زده بودن تقریبا یک سلسله اختلاط را بین دو موضوع به وجود آورده بودند و مفهوم رژیم ریاستی را با رژیم فدرالی یکی گرفته بود. رژیم ریاستی یا رژیم که ریاست جمهوری در اساس و او میتونه حکومت مرکزی هم باشه یا متمرکز هم باشه، او در مقابلش ما رژیم ریاستی صدراعظمی داریم که در هر دو هم پارلمان وجود داره، در هر دو هم احزاب وجود داره، اما نقش این روی اجرایه در حکومت ریاستی بر ریاست جمهور تعلق میگیره و رئیس جمهور تمام نیرو را یا قوا را بیشتر صلاحیت ها را به عهده داره. اما در رژیم غیر ریاستی رئیس جمهور جاتر یک سمبول است و صدر اعظم به اصطلاح بیشتر صلاحیت ها را به دوش داره. خب یکی از ویژگی هایش است. اما هر دو میتونه هم رژیم ریاستی و هم رژیم غیر ریاستی میتونه یا فدرالی باشه یا غیر فدرالی باشه. مثلا رژیم ریاستی که امروز در آمریکا هست رژیم فدرالی است، غیر متمرکز است، همان سیستم ریاستی است. اما رژیمی که در پاکستان امروز حاکم است مثلا رژیم غیر متمرکز است، فدرالی است، اما رژیم غیر ریاستی است، صدر اعظم داره و رئیس جمهور داره. این دو تحقیق است که ما با هم باید بپردازه. ما مقصود از سیستم غیر متمرکز و متمرکز هدفش چیست؟ ما باید بپردازیم. هدفش ایست که خود نیرومندی که در سطح دولت و در سطح یک کشور هست از هر بگاه تحکیم داده شود و ضمناً خود اصل مدیریت و حاکمیت از یک گروه خاص یا یک گروه خاص و یک قوم خاص یا تبار خاص به اصطلاح گرفته شده و به همه مردم به اصطلاح با اصل انتخاب اونا به اصطلاح صلاحیت ها داده شده. از اون خاطر بیشتر رژیم غیر متمرکز یا رژیم دیستریبیوتد به اصطلاح که ما میگیم که با فدرالیزم نام داره و هر نامی که برش میگذارین تقریبا در قسمت به تفاوت است. در قسمت در مقابل رژیم غیر متمرکز و رژیم در مقابل رژیم متمرکز به اصطلاح به صورت میگیره. نظام فدرالی یا نظام غیر متمرکز به این معنی نیست که به اصطلاح آنارشیسم وجود داره. مثلا امروز در امریکای امروزی نظام فدرالی است یا آلمان رژیم فدرالی است، اما در خود حکومت مرکزی از خود صلاحیت هایی داره که حکومت های
محلی یا ایالت ها او صلاحیت ها را ندارن. مثلا سیاست های خارجی، سیاست های امنیت در مقابل امنیت های امنیت در سطح جهانی، خود وزارت خارجه قسمی گفتم، و دیگه سیاست های هست که دولت در حد به اصطلاح جهانی حکومت مرکزی او را به عهده داره. اما در سطح ایالت ها، ایالت ها هم از خود صلاحیت هایی دارن در مواطع خود، اگر بیمه خود دارن، اگر سیستم معارف خود دارن و خود قوانین اقتصادی در رابطه با شرکت ها و بانک ها و دیگه و دیگه، اینا در صلاحیت به اصطلاح ایالت ها می باشه. اینا ای به این معنی نیست که حکومت متمرکز نمیتونه به اصطلاح صلاحیت ها را تقسیم کنه. میتونه، بعض حکومت های متمرکز هم وجود داره که بعض صلاحیت هایی که تمام صلاحیت ها دست رئیس جمهور نیست. از اون نگاه میتونه حکومت غیر ریاستی که از جمله خود صدر اعظم است، میتونه به اصطلاح باز هم یک سیستم متمرکز به شکل که قدرت با نواحی و واحدهای دیگه تقسیم شود و او را پیش ببره. مثلا ضرور نیست که رئیس جمهور همه صلاحیت های را به دوش داشته باشه که بتونه از خود در پارلمان مثلا اقتدار نصب کنه دور انتخابات. میتونه همه اعضای پارلمان انتخابی باشه. ضمن رئیس جمهور شاید یک سیستم مرکزی صلاحیت هایی نداشته باشه که والی ها را تعیین کنه. والی ها میتونن انتخابی باشه، نه؟ و از محل خودش بارن باشه. و این یکی از دلایلی که اهداف که پی ازی هست و فلسفه ایشیست که محلای که از مرکز دور هستن اونا بیشتر بتانن زودتر و از نگاه اکمالاتی یا از نگاه کمک و از نگاه به اصطلاح خود منابعی که ضرورت دارن و همچنان اشخاصی را که در رأس قرار میگیرن اونا خود انتخاب کنن، نه اینکه از مرکز انتخاب شود. وعده شما ایست که تقسیم قدرت باشه که قدرت به دست یک گروه خاص و یک مرجع خاص نباشه. حکومت فدرالی یا میتونه آدم یک وحدت با تنوع نام بگذاره به اصطلاح، که یک واحد وجود داره به نام حکومت در محوط جغرافیایی خاصه، و اما در اون تنوع از نگاه فرهنگی، آزادی های فرهنگی، اقتصادی، تعلیم و تربیه و اینا در محوط ایالت ها وجود می داشته باشه. بازم من تکرار میکنم که به این معنای انارشیزم به معنی بی‌نظمی نیست، به معنی سیستم فیودالیسم نیست، به معنی به اصطلاح حکومت های خود مختاره که هر کدام به اصطلاح به حساب خود بدرنگانن به این معنا نیست. این تفاوت ما تفکیک کنیم. اما چون در هر دو صورت چیز حکومت متمرکز یا غیر متمرکز، هر دو قانون اساسی وجود داره و قانون اساسی محدودیت های خود دارد، چی در قسمت صلاحیت های رئیس جمهور و چی در قسمت صلاحیت های ایالت ها. بحث دیگه که در این موضوع همچنان وارد است ایست که خب وقتی سیستم متمرکز و غیر متمرکز وجود داره از نگاه ساختار سیاسی، آیا هر فرهنگی و هر حکومت یا هر ملت یا هر نهاوته جغرافیایی مثلا افغانستان هم میتونه که کاندیدای خوبی برای ریاست و سیستم مرکزی باشه یا سیستم غیر مرکزی باشه؟ در این قسمت نظریات زیاد است، زیاد مختلف است. بعضی کسا مخالف سیستم فدرالیسم هستن، بعضی کسا موافقش هستن. کسایی که مخالفش هستن اونا چند چیز به اصلاح پیشکش میکنن که میگن ما نظر به ای دلائل ما را هر کدام با شما بشمارم میرم. امکان از ای که حکومت فدرالی به وجود بیایه ایو از ای که فایده برای افغانستان کنن نقص میکن. پیش از اینکه من بپردازم، من یک موضوع دیگر را میخواهم یادآوری کنم که
دولت در نگاه موزی چی دولت فدرال باشه چی دولت غیر فدرال باشه یک قرارداد است بین شهروندان، یک کانترکت است با این قرارداد اجتماعی که از روسو به این طرف آمده و تا امروز به اصطلاح قابل قبول جامعه مدرن امروزی است، است که دولت یک قرارداد است و مردم یک نهادهای دولت بر اساس انتخابات تعیین میکنن و بر اونا صلاحیت ها میتن و در صورتی که اونا از اون صلاحیت ها را پیش میبرن و کارهایی را که به شهروندان هدف را که شهروندان میخوان او به اصطلاح برآورده نشه میتونن دولت عزل کنن. از اون خاطر هر 4 سال بعد انتخابات میشه یا 5 سال بعد انتخابات ریاست جمهوری میشه یا خود مجلس انتخاب میشه اینا میشه روی این موضوع است که خود کارایی و دولت هم بسیار معیار است و شهروندان حق دارن که کسان را که انتخاب کردن دوباره انتخاب نکنن و کسان دیگر انتخاب کنن. این موضوع بسیار مهم است و ضمناً در پولیش قانونگذاری وجود داره، سیستم قانونگذاری، سیستم قضایه وجود داره و سیستم اجرایه تفکیک ازی وجود داره که یک گروه نمیتونه تمام این چیزا رو به عهده بگیره. یک اصل ما شما در صحبه روانشناسی امروز داریم که قابلیت قابل است یا خود اصل شایستگی هم از نگاه سیاسی به مو به اصطلاح میپردازه و به این مورا که ما نمیتونیم از یک شخص یا گروه توقع را داشته باشیم که همه هم قانون بسازه، هم قاضی باشه و هم بازی که حکم قضاوت صادر میشه او را اجرا کنه. بعضی از متفکرین مسلمان هم تقریبا در زایه که در قرآن عظیم شان آمده و لایک الفلا و نفس الا وسعها یا کلاوان هیچ کسی را بیش از طاقتش امتحان نمیکنن یا تکلیف نمیده از این برداشت میکنن که ما نباید از یک گروه یا یک شخص خاص توقع داشته باشیم که همه چیز به دوش بگیره و عدو و عدالت برقرار کنه. حتما از پیش به اسلام میشاره که از او خالر باید ایسی قوا با هم به اسلام مستقل از هم باشه. این چیزیست که اولین بار مونتسکیو در روح القوانین به این پرداخته از قرن 18 و اسلام این طرف و خود قانونهای اساسی امروزه که در کشورهای مدرن جهان وجود داره مثل امریکا و حتی کشورهای غربی و اینا برامون مبنا استوار است. خب با این پس منظر به اسلام میپردازم به این که چگونه آیا سیستم غیر متمرکز یا فدرالی در افغانستان آیا جایگاه داره یا جایگاه نداره، خصوصا حالا که بحث های امروز سر موضوعات صلح افغانستان است و تقریبا حالت به وجود آمده که شاید دوباره ما از صفر شروع کنیم در قسمت صلح افغانستان و ساختار سیاسی حکومت در افغانستان. یک موضوع دیگه هم پیش ازی که به بپردازم است که دولت چی است، هدف دولت چی است. هدف دولت مدیریت در تامین آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، امنیت، حفظ حقوق شهروندان، حاکمیت قانون و تامین فرصت‌های مساوی برای شهروندان است. هر دولت که باشه، دولت متمرکز باشه، غیر متمرکز باشه، این اهداف دولت است در چارچوب قراردادی که شهروندان به او دارن. و هر دو از پشتیبانی قانون اساسی باید به اصلاح یا پشتیبان قانون اساسی باید باشه در دولت. میاییم سر موضوع افغانستان. یکی ما تجربه تاریخی یا تجربه تاریخی سیاسی افغانستان رو میتونیم به اصلاح به نظر گذرا ببینیم. ما ببینیم که تاریخ اسلام، تاریخ افغانستان پیش اسلام و بعد اسلام به تقسیم میشه. ما بیشتر به امور امروزی به اصلاح از امروز شروع کرده تا زمان به اصلاح صدر اسلام یا زمان که اسلام به در افغانستان میه و افغانستان جز قلمرو خلافت اسلامی میشه از بوم میپردازم. ما مثلا از حاکمیت از زمان خلاف راشدین و از گرفته تا حاکمیت اموی ها عباسی ها و خلافت عثمانی بعد از او ما میبینیم که سلطه حکومت های محلی امروز که بیشتر در بین همین محوطه که امروز ایران نام داره و ما نام داریم و این نام داره بایستده ای در نوسان بوده. بعد ما می‌بینیم که یک نوع سیستم‌های خودمختاری و
تقريبا ما لو قلت هو في دي ما وتاو كم بوده و از اون زمان تا حالا تا زمان حاکمیت قبیله سلوزایی و مامنزایی و کودتای داود خان و کودتای هفت ثور و بعد از او امروز میبینیم که چند چالش های در زمینه ساختار سیاسی افغانستان همیشه وجود داشته. یکی که نظام ها بیشتر نظام های قبیله ای بوده، به این معنی که یا خاندانی بوده که در زمان من بینیم از زمان پادشاهی های خاندان سلوزایی و محمدزایی، و یا یکی شکل ایدئولوژی رو داشته که بازی که حزب دموکراتیک خلق کودتا میکنه و قدرت میگیره و پیش از او تا کودتای داود خان همی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقریبا اونا حکومت را اجرا میکنن، یک نوعی از سیستم ایدئولوژیک به اصطلاح حاکم بودم. گرچه حتی خود سیستم ایدئولوژیک که در ابتدا شروع شد، بازم ساختارهای تباری و قبیله‌ای افغانستان چون به اندازه بسیار قوی بود، باز هم در بین خود اون نهادهای ایدئولوژیک یا احزابی که ادعای ایدئولوژی میکردن در جبه حزب دموکراتیک خلق، هم به اصطلاح دوگانگی های تباری وجود داشت. یکی خلقی ها بودن که بیشتر از پرشن ها نماینده ای میکردن و زبان پرچمی ها که بیشتر از تاجک ها و فارسی زبان ها و اینا نماینده ای میکردن. یعنی خود بافت اجتماعی و بافت تباری هم دو همیشه داخل بوده و تو که امروز هم ادامه داشت و دبین مسلمان ها اینا هم به اصلاح گروپ های اسلامگرا هم امروز دامه داره این موضوع. اما روی هم رفته چند موضوع، چند چیز دیگه همیشه ویژگی های خود داشته در بینش. یکی که رژیم ها همیشه خودکامه و ستمگر بودن، چیزی که امروز در تاریخ کشورهای جهان سوم به نام استبداد یاد میشه. رژیم ها مستبد بود یا رژیم ها همیشه متمرکز بودن، یعنی مرکزی بودن، یا یکی یک شخص حاکم بوده یا یکی یک گروه حاکم بوده. این باعث شده که همیشه یک تداوم در جنگ برای قدرت سیاسی همیشه وجود داشته باشه، یا بین قبیله های مختلف یا بین گروه های مختلف سیاسی تا به امروز که ما میبینیم. یک پس منظر است که امروز ما با اصلاحی را باید من نظر داشته باشیم که ما از کجا آمدیم و چطور به اینجا رسیدیم و امروز بحث هایی که در رابطه با صلح در افغانستان میشه این موضوعات باید با ما نظر بگیریم. و این تداوم جنگ و قدرت سیاسی برای تصاحب قدرت سیاسی از ابزارهای مختلف استفاده شده. در قسمت هم دین، عنصر دین از یک استفاده ابزاری بهی شده، هم به اصطلاح زبان، هم سمت، هم قبیله، همه به اصطلاح در ریاضی استفاده ابزاری شده. چیزهایی که به اصطلاح هویت ما را تشکیل میده، یعنی دین هویت است، زبان هویت است، خود تبار قوم اینا هویت است. از اینا همه به خاطر رسیدن به قدرت استفاده های ابزاری شده. و چیزی که بسیار مهم بوده ایست که عدم وجود حاکمیت قانون، قانونی که همه به اساس به اصطلاح قراردادی که در جامعه باید وجود داشته باشه، یک قانون واحد حاکم نبوده که به او و زمین رهبران و احزاب سیاسی یا احزابی که تو وجود هم داشتن، ما رهبران و احزاب مسئول در برابر مردم در افغانستان متاسفانه کمتر داشتیم. کسایی که در رأس قدرت بودن با نفع تبار، با نفع گروه سیاسی خاص خود عمل کردن که متاسفانه تا امروزی روال ادامه داره. زمین بعد میگردیم به حکومت طالبان میاییم، باز شمال افغانستان و توافق بن، و که در توافق بن طالبان در آسیا باقی میمانند و مداخله متداوم پاکستان، ضعف دولت، وابستگی امنیتی، اقتصادی، فساد اداری، حاکمیت فقط متمرکز در ارگ و شهرهای بزرگ، نبودن برنامه و اجرای برای خودکفایی را، اینا
به اصطلاح چالش های بوده که در چندین دهه گذشته، خصوصا در 4 دهه اخیر و حتی قبل از او، در افغانستان با این مردم افغانستان از نگاه سیاسی با این چالش ها به اصطلاح دست پنجه نرم کردن و تا حال امروز متاسفانه نتانستن که از این چالش ها عبور کنن و اینا رو حل کنن. از خود راه حل که پیشنهادم شده و کسایی که ادعا دارن با دو دسته تقسیم میشه. یک تعداد هنوز هم طرفدار حاکمیت مرکزی یک فرد یا گروه هست. حتی ما شنیدیم بعض صفحات فیسبوک چند وقت پیش یکی از کسا در آشناها در فیسبوک نشون کرده بود که ما دوباره باید یک کسی در ضرورت داریم مانند عبدالرحمن خان که دوباره بیایه و حاکمیت خود قائم کنه. بعد در مقابلش کسی برش جواب داده بود که خب اگر ما دوباره بخواهیم یک شخص یا واحد یا حکومت تکفردی را با وجود بیاریم یا حتی تک قومی را با وجود بیاریم یا تک تبوری را با وجود بیاریم، این تفاوت از او با حکومتی که طالبا آوردن چیز. طالبا هم یک گروه خاص بودن که امروز اصلا حکومت کردن در مدت 4 سال یا بیشتر و امنیتی ها را به اصلاح خود قائم کردن، اما باز هم ما به جای نرسیدیم. دوم گزینه که وجود داره، بعضی دفاع میکنن میگن ما دوباره باید به طرف یک نظام ایدئولوژیک پیش بریم که یا دینی باشه یا به اصطلاح تبوری باشه و یا سیاسی. حاکمیت سیاسی به اصطلاح بر مبنای سوسیالیسم مارکسیستی یا بر مبنای خود نشنالیسم روزی به اصطلاح تا اندازه از خود رنگ باخته، چیزی که امروز بیشتر بازم ابزار در دست قدرت خواه هست، خصوصا گروپ های اسلامگرا مثل طالبا، حاکمیت ایدئولوژیک دینی است که این دیگه گزینه است که راه حل است. خب راه حل چی است؟ راه دیگه که امروز بیشتر مطرحی بحث است و نظام حکمدار و مردم سالار است. حکمدار به معنی به اصطلاح آزادی یا لیبرتی یا لیبرالیزم به او سابقار میبرمش و مردم سالار به معنی دموکراسی، لیبرال دموکراسی، که ده او حقوق انسان به نیست فرد به اصطلاح برسمیت شناخته میشه. حقوق انسان، حقوق سیاسی انسان، حقوق اجتماعی انسان، حقوق اقتصادی انسان، حقوق معرفتی انسان، که انسان آزادانه میتونه فکر کنه، آزادانه میتونه تحقیق کنه و خود مردم سالاری سیستمی که در او حاکمیت و قدرت تقسیم شده و قانون اساسی وجود داره و اصل از این که انسان میتونه حقوق خود تمرین کنه، به اصطلاح انگلیسی practicing your rights، بدون از اینکه به کسی دیگه ضرر برسونه و بدون از اینکه تمرین حقوق کسان دیگه را به خطر بندازه. این همون مرز یا خط سرخ است در سیستم مردم سالاری. این سه گزینه همیشه در پیش پای ماها بوده و ما میخواستیم با بپردازیم. این که تا چی اندازه این گزینه ها را به دست آوردیم ناوردیم عوامل مختلف داره. عواملش عوامل خارجی است و عوامل داخلی است که هم میتونه ما را کمک کنه که به این ملحوظ برسیم، هم میتونه ما را باز بداره که به این ملحوظ از این ملحوظ دور بانیم. و متاسفانه افغانستان همیشه یک جوف یا یک خالیگاه سیاسی بوده یا استراتژیک بوده در بین جنگ های نیرومند قبر قدرت ها. به یک تبیر منطقی حائل بوده که مثلا در زمان جنگ سرد بین اتحاد جمهوری شوروی سابق و بین امریکا مرزی بوده که هر دو ابر قدرت به این نتیجه رسیده بودن که ما این را باید به اصطلاح تجاوز نکنیم و به هویت پیش نریم. از نگاه داخلی هم مثلا ما خالیگاهی وجود داشته که نتونستیم یک حکومت نیرومند را ما وجود بیاریم. از نگاه یک خلاهایی همیشه وجود داشته، خلاهای سیاسی چه از نگاه داخلی چه از نگاه خارجی. اما در سال 2001 بازی که ناتو و امریکا افغانستان میان و افغانستان اشغال میکنن،
از اون زمان تا حال این چالش ها بیشتر شده، چالش های خارجی همیشه بوده. افغانستان به اصطلاح به یک میدان جنگ نیابتی تبدیل شده بوده و امروز هم با قراردادهایی که امروز به وجود آمده اینا بیشتر میخوان به یک میدان صلح نیابتی به وجود بیاره جوش ها. و این شرایط است که امروز از نگاه خارجی یا عامل خارجی ما امروز داریم. اما سوال است که چطور میتونیم از این فرصت ها ما افغان ها از استفاده کنیم و خود از این مخمصه بسیار بیرون کنیم. این عامل خارجی همیشه یا انصار استعمار همیشه در کشورهای جهان سوم وجود داشته، اما بسیاری کشورهای جهان سوم باز از یک مدت دانستن از این مخمصه خود بیرون بکشن. از جمله مثال این است زمان تسلط بریتانیا بود و این امروز یک کشور مستقل است، حتی پاکستان، حتی کشورهای دیگه که بعد از جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، اینا هم مثلا آفریقای جنوبی مثلا نلسن ماندلا 27 سال در زندان بود اما بعد از مدت تانست که همی اپارتاید که دوجه وجود داشت و اصلا شکست بده. آیا ما هم میتونیم، افغان ها هم میشه، سیاسی ما، نخبگان ما هم میتونه که از این به اصلاح مخمسه بدر شوند یا نشوند؟ این مربوط به ما ها میشه. بحثی که داشتیم از این بود که راه های حل پیشنهادی چی هست و خاطر بیرون بودن از مخمسه. و چیزی که دیگه گفتم مهم است تقسیم عادلانه قدرت و سرمایه، مشارکت سیاسی تمام اقوام و اقشار جامعه در چوکات یک نظام مردمی که تامین بشه. آیا این امکان داره که در سیستم ریاستی و غیر ریاستی که سیستم صدراعظم و ریاست جمهور باشه و یا سیستم متمرکز و غیر متمرکز که فدرالی باشه، آیا این ملحوظات میتونه میسر شوه؟ نظر عقلمندان است که بله میتونه میسر شوه. خب منطقه ایست که شرایط اجراییش با وجود داره و کسانی که ای در اجرای از این به اصطلاح دخیل هستن اونا تا چی اندازه در این موضوع صادق هستن. در سیستم فدرالی کسانی که مخالف هستن چند موضوع رو پیشکش میکنن، میگن سیستم فدرال چند گزینه داره یا لزوماتش که داره. یکی ایست که باید یک دولت قدرتمند و فراگیر وجود داشته باشه. دوم اینه که اگر سیستم مشترک ملی و وجود داشته باشه که در او انگیزه های تجزیه طلبانه وجود نداشته باشه. سوم اینه که استقلال سیاسی و عدم دخالت های همسایگان در وجود داشته باشه. چهارم تامین هزینه های نظام فدرالی از نگاه اقتصادی، از نگاه تامین و کمالات اینا. دیگه رشد آگاهی سیاسی در بین مردم. دیگه یکسان بودن روان سیاسی اقتصادی و توسعه در همه نقاط کشور. دیگه وجود احزاب قدرتمند و نهادهای مدنی. این دلایل است که کسایی که فدرالیسم میخواین مطرح کنن میگن این از ملزومات سیستم فدرالیست. که اینا برحق نباشه، موجود نباشه، برعکس یه وزیدی که سیستم فدرالی فایده کنه در کشور برشان نقص میکنه و باعث تجزیه کشور میشه. با او خاطر میگن در شرایط فعلی چون یک سیستم متمرکز و دولت فراگیر وجود نداره و ضمناً انگیزه های تجزیه طلبانه وجود داره به زم اینا و ضمناً از نگاه اقتصادی، از نگاه اکمالاتی و از نگاه مالی دولت آنقدر هزینه های نداره که به اصلاحی را پیش ببره و ضمناً آگاهی مردم از نگاه سیاسی به او حد نیست که را از بپذیره. این باعث میشه که افغانستان به اصلاح به سوی نظام بره که نظام ازم بپاشه و سیستم به اصلاح انرشیزم یا ملکل تاویفی اونا به وجود بیاره. این دلائل کسایی است که مخالف به اصلاح فدرالیزم هستن. اما کسایی که موافقش هستن میگن نه، فدرالیزم میتوند نظر به خود ساختار قومی و تبوری که در افغانستان است از حاکمیت یک شخص یا یک
گروپ خاص جلوگیری کنه و قدرت به با عدالت در بین مردم تقسیم کنه، بین گروه های مختلف سیاسی، گروه های مختلف تباری، زبانی، فرهنگی تقسیم کنه و ضمناً ای باعث میشه که دولت نیرومندتر شد. مثل یک درخت که تمام شاخچه هایش هم نیرومند است، اما درخت یک درخت است و تنه درخت به اصلاح حکومت مرکزی است، اما شاخچه هایش همه به اصلاح از خود نیرومندی خاص خود دارن و میتونن که به این شکل ما از چالش هایی که قبلا گفتم از اونا میتونیم جلوگیری کنیم. این مدت خواست مطرح بسیار خلاص این موضوع رو بیان کنم. که شما چی نظر دارین، چی نظر دارین میتونین به او باز بپردازین. آمدیم سر موضوع دو موضوع دیگه که من میخوایم به او اشاره کنم. که در هفته که گذشت تقریبا چند موضوع بسیار مهم رخ داد. یکی 8 مارس روز جهانی زن که در اوجه من میخوایم چی بسیار کوتاه در قسمت وضعیت زنان در افغانستان بکنم و همچنان در چرچوب موضوع بعدی که موضوع صلح در افغانستان هست هم سر موضوع کمی بپردازم. در رابطه با روز جهانی زن ما سالانه همه وقتی را ما تجلیل میکنیم و به موضوع زن میپردازیم. ما یک دو جمله یا دو کلمه بسیار خل به اسلام میتونه خود وضعیت زنها را در جامعه افغانی ما و در جامعه کشورهای جهان سوم، خصوصا جامعه سنتی که مذهبی ها دو بیشتر حاکم هستند یا روحی مذهبی ها حاکم است، نمیگم روحی مذهب، روحی مذهبی ها حاکم است، آدم میتونه با دو کلمه او را خلاصه کنه با نام تبعیض جنسیتی. چیزی که یعنی زنان در جامعه ما از حقوق که یک شهروند برخوردار است حقوق مساویانه خصوصا بین زن و مرد وجود نداشته و نداره. جامعه ما همیشه جامعه مرد سالار بوده روی هر علتی، را از نگاه سیستم قبیله‌ای، از نگاه سیستم تباری، از نگاه سیستم برداشت های مذهبی ما همیشه جامعه مرد سالار بوده. جامعه مرد سالار ویژگی نیست که ماده او بوده باشیم، یعنی وقت جامعه بشری را آدم مطالعه میکنه همیشه بیشتر جامعه بیشتر مرد سالار بوده، اما در سده های اخیر و یعنی بیشتر سیستم های سیاسی و اجتماعی قسم جور شده در بعضی کشورهای پیشرفته که حقوق زنان دوباره اعاده شده و زن و مرد از نگاه برابر بودن در مقابل قانون، از نگاه حقوق اینا هم یعنی نصاب مساوی نه به اصطلاح پیش رفته. متاسفانه در کشورهای ما وجود نداشته. یک چیزی که در هفته گذشته رخ داد که دمی موضوع به اصطلاح برمیخوره ایست که فکر میکنم وزارت معارف یا اداره معارف افغانستان به این تصمیم گرفته بود که در ترانه‌خوانی هایی که توسط دخترها میشن دو باید کسانی که از سن 12 بالاست نمیتونن دو دیگه اشتراک کنن. در محافل که دو جا مردا وجود دارن، اما محافل که زنا دو وجود دارن خانم هایی که از 12 بالا هستن میتونن ترانه بخونن. خب این نشان میده یک گوشه ای از خود تبعیض جنسیتی در افغانستان متاسفانه که مویی بر میگرده به خود اندیشه ماها از در رابطه با خود برداشت ما از زنان و از جنسیت و خود و تا خود جنس یا سکسوالیتی یا جنسیتی در بین اکثریت مردم ماها یک چیز به اصطلاح بد و نادرست و بد اخلاق جلوه میکنه. به اون اساس ما فتوهای هم که داداشته در قرون گذاشته مثلا به بعضی علما از او و اسلام علمایی به اصطلاح اسلامی رو گفتن که صدای زن فتنه است و صدای زن باید بالا نشه و اینا و حتی موضوع حجاب موضوع اخلاقی ساختن و موضوعاتی که اصلا جزء فرهنگ بوده او رو به اصطلاح خواستن رنگ تقدس بدن.
از می برمیده که از می دیدگاه ما ها نسبت به زن و جنسیت زن است که بیشتر رنگ تبیزگرا داشته. ای که تا چه وقتی جور میشه بازم مربوط به خود ما میشه. یعنی حرفی از ویتگنشتاین است، فلسفه اتریشی انگلیسی، که در رابطه با کلچر و فرهنگ میگه که میگه شما وقتی که یک پدیده اجتماعی رو میبینیم که او را میخواییم دوست داریم که تغییر بدیم او را یا خوش نداریم او را، باید قسم زندگی کنیم که او پرابلم فرهنگی حل شود و که وجود نداشته باشه. یعنی ما اگر میخواییم که تبعیض جنسیتی را از بین ببریم، ما باید قسم زندگی کنیم، هر کدام از ماها، چی مذهبی چی غیر مذهبی، چی سیاسی چی غیر سیاسی، که همین تبعیض باید از بین بره. ای از خود ما شروع میشه در محوط خانوادگی خود ما، در محوط کار، محیط شهر، محیط بازار و همچنان در سطح دولت، سطح ایالت، سطح ولایت، سطح حکومت. ما خواستم با کم و کوتاه ای رو با اصلاح بررسی کنم. برمیگردیم به موضوع سوم امروز، که موضوع صلح در افغانستان است. در هفته که گذشت بخواهی دو واقعی بزرگ به اصلاح رخ داد که در رابطه با موضوع صلح در افغانستان مهم است. یکی که اداره نو امریکا، اداره بایدن، دو مکتوب به اصلاح در از طریق تلویزیون طلوع و اینا به اصلاح به مطبوعات سرایت کردن. یکی یک نامه وزارت وزیر خارجه امریکا به دولت افغانستان با آقای غنی و آقای عبدالله بود، که وزمن بوده پولیش خود طرح جدید صلح برای افغانستان که توسط زلمه خلیلزاد به دولت و با طالبا و آقای عبدالله به اصلاح شریک شد. این دو نامه یا این دو سند ما تا نازی کش میکنم به متویت شد بسیار کوتاه براتون بگویم. یعنی عکس العمل های مختلف را از محافل مختلف به یک قسمت به وجود آمده، به قسمتش که کایه ای تر دوباره میتونه فایده داشت برای دی افغانستان داشته باشه، آیا قابل جا است، آیا با واقعیت هایی که در زندگی امروز جامعه سیاسی افغانستان و اجتماعی افغانستان است تطابق است یا نیست، به این میپردازه. ترک است در نامه فکر میکنم و میخواییم که سرزی اکسس را بگویم که متواد شده بر شما تان را تش آشنا نباشین یا نخوان نباشین. انتونی بلینکن نامه که نوشته کده، اون نامه را همچنان با آقای عبدالله روان کده، در این چهار موضوع را بسیار به طور خلاص بیان میکنه. اولی که در نامه خود نوشت تقریبا شکل عامرانه است و در او خودش گفته که لحن من لحن و اصلاح لحن است که در این فوریت و در این آکم است، ارجنت است به اصلاح خودش یا به اصلاح که باید. اما از این برمیخیزه که بایدن بعد از این که توافق دوها بین امریکا و بین طالبا یک سال پیش تقریبا امضا شد، اداره بایدن این را دوباره بازرسی کرده و دوباره به نوز بازرسیش خاتمه نیافته، منطقه به این نتیجه رسیده که جریان صلح باید تسریع شود. و در این جمله خود انتونی بلینکن گفته که ما در صدر عزیزتیم که با این جریان تسریع کنیم و قسمه که یک صلح دائمی و یک آتش بس جامع و دائمی به وجود بیاید در افغانستان. و به او خاطر چند کار است که دولت امریکا میخواهد او بپردازه.
اولش دیگه امریکا میخواد که از ملل متحد، از سازمان ملل متحد میخواد که یک نشست را که شامل رؤسای یا وزیرهای خارجه کشورهای امریکا، روسیه، چین، پاکستان، هند و ایران است، او را دایر کنند. بعد پولیش چون ماموریت زلمه خلیزاد در اداره بایدن هم تمدید شده، از خلیزاد و از گروپ از او خواهش شده یا که یک طرح جدید صلح برای حکومت و به طالبا پیشکش کنم که سند دوم است که من باز به او میبرازم که چی است. به خاطر از اینکه صلح تصریح شده، یک لایحه یا یک رهنمودی با اصلاح به وجود آمده، یک توافق صلح نو افغانستان به وجود آمده که میخواه به اساس این موضوع پیش بره. بود سیومشیست که دولت امریکا از ترکیه میخواه که نشست را در 27 ماه امسال، در آخر ماه که فکر میکنم 27 است و در آخر ماه دایر کنه که در تمام کشورهای زیردخت و شمول دولت افغانستان، طالبا و اینا دوباره در این مذاکره حاضر شدن. و چهارم ایست که بر مدت 90 روز خشونت‌ها کاهش بیافته و ای بالاخره منجر به آمدن صلح در افغانستان شود. لعن آقای بلینکن تا اندازه لعن به اصلاح بازا گفتن آمران است و تا اندازه تقریبا نظر به بعضی مبصرین گفتن به اصلاح چی داره. لعن است که یک استعمارگر به یک مستعمره خود تقریبا نشتر میکنه. بعضی مبصرین یک برداشت از او کردن و دو گفته شده که حتی تذکر داده شده که اگر دولت یا سیاسیون افغانستان با هم متحد نشن و به رای صلح نرسن، امکان داره که بعد از اینکه قوای امریکا از افغانستان برایه، ولو که از نگاه مالی دولت تمویل هم شوه، امکان از این میره که طالبان دوباره قدرت به دست بگیرن و این واقعه که در زمان حکومت نجیب رخ داد که بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی برآمد و جنگ های داخلی شروع شد بین تنظیم ها و اینا، دوباره همون یک موضوع صورت بگیره. و این تقریبا یک هشدار است که آقای بلینکن بر دولت داده. منتها در این ارتباط چند مثلا نظریه میدانه آدم تبصره در این قسمت شده که و به اون میپردازم. یکی که دهی نامه بعضا گفتن که نامه تقریبا از یک استعمارگر به مستعمر است و دهی بیشتر برای طالبا دوباره باز هم بیشتر امتیاز داده شده و در 19 سال گذشته سیستم که در افغانستان به وجود آمده بوده و اینا رو تقریبا همه از زیر چی گرفته از یاد برده. چون قرار به این بود که در ابتدا مردم به اعتقاد داشتن که دولت بایدن سه گوزی نداره، یا ایست که توافق را که ترامپ کرده با طالب ها او را برآورده میکنه و از افغانستان میبره، و یا ای که مدت خود تمدید میکنه با طالبا مدت حضور قوای امریکا در افغانستان و طالبا را مجبور میکنه که در پروسه سیاسی با دولت بپیوندن، و یا ای که دوباره جنگ ادامه میفته. این سه گزینه بود. اما چیزی که امروز رخ داد دو موضوع بود. یکی نامه ای بود که فرستاده شده، با دیگه
خود موضوع پیام صلح است یا به اصطلاح توافقنامه صلح است در توافقنامه صلح افغانستان که تقریبا این دو سند تقریبا مکمل یک دیگه خود هستند و دولت امریکا با این تلاش است که در بین با این دو مکتوب یکی مکتوب آقای بلینکن به دولت و خود توافقنامه صلح که هم با طالبان داده شده و هم با دولت داده شده بتانه در ظرف 3 ماه آینده پیش از اول ماه می جریان صلح در افغانستان تصریح شود. توافقنامه صلح هم تقریبا 9 صفحه است یا 8 صفحه است، دارای 3 بخش است. بخش اول مربوط به اصول رهنمودی است، بخش دوم مربوط به شرایط توافق شده برای اداره دولت کشور در دولت دوره حکومت انتقالی است و بخش سومش مربوط به خود آتش بس است. بخش رهنمونیش موضوعات به اصطلاح عام است تا اندازه چیز طرفین برای اصول میگه چند چیز مورد نظر بگیرن، یکی که دین رسمی اسلام دین رسمی افغانستان اسلام است، توانایی همه افغان ها تا یک سطح تا یک زندگی صلح‌آمیز را داشته باشن از اهمیت برخوردار است، افغانستان یک خانه امن برای همه اقوام قبایل و مذاهب آن خواهد بود، به عزت مال و ملکیت هم افغان ها و حمایت از حقوق مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی یا فرهنگی آنها با شمول حقوق آزادی بیان انتخاب رهبران سیاسی احترام گذاشته در قانون اینا. یعنی هی رنمودایی است که تمامش به اصطلاح رنمودای انسانی و امروزی است که بعضیمنان با ساختار جامعه افغانستان تا اندازه تطابق هم دارد، چون این موضوع من نظر گرفته که در از دین اینا یاد کنم، منتها او هم از خود چالش های خود داره که من پسانتر بهش میپردازیم در برنامه های آینده. سیستم بخش رهنمودیش تقریبا بیش از 10 یا 14 موضوع است که موضوع قانون اساسی بینا و ایناست. بخش دومش حکومت انتقالی است که به این پرداخته شده که باید حکومت انتقالی به وجود بیاید و در حکومت انتقالی 3 شاخه اجرایی، شورای ملی و قوه قضاییه با استر محکمه به اصطلاح حاضر باشه و در جریان حکومت انتقالی قانون اساسی که در سال 2004 جور شده او باید مبنای از قرار بگیره. ضمناً یک شورای از فقهای مسلمان یا شورای فقه اسلامی به وجود بیاید، شورای که او بتانه قانون اساسی را دوباره تعدیل کنه و نو قانون اساسی نو بسازه با رعایت تعهدات حقوق بین الدول از نگاه خارجی و همچنان از نگاه داخلی، باید حقوق زنها رعایت شوه و دستاوردهایی که به وجود آمده تا اندازه برای زنها و خانمها اینا دهی به اصلاح درج است. سوالی است که سلطنامه به اصلاح توافق صلح که است و این مکتوب نظریات در این باره چی است؟ بعضی به این نظر هستن که این موضوع باید وقت‌تر صورت می گرفت تا اندازه ناوقت است و دولت بایدن می خواهد که با این کار خود دو چیز به دست بیاره، یکی که اگر در جریان 3 ماه آینده توافق حاصل شد با اینا بین نیروهای دخیل در منازعات افغانستان میتونه امریکا قوای خود از افغانستان بکشه و یا ای که اگر نشه ای بر اگر توافق حاصل نشه بین طالبان و بین دولت اینا، در صورت بایدن یا اداره بایدن از خود یک توجیه داره که بودن حضور نیروهای امریکا را در افغانستان تمدید کنه. این بعض مبصرین امریکایی به نام قمار یاد کردن که مثل یک قمار است که آقای بایدن زده تا با این و ضمن رپورتش گفتن که این موضوع کم ناوقت بوده، چون یک طرح باید در ابتدا زمانی که نو دوها شروع میشد به اصلاحی پیشکش میشد، منتها تفاوت از بین توافق دوها و بین امروزی و این بیشتر برمیگرده به سیاست های آقای ترامپ و سیاست های بایدن.
ترامپ در قسمت تقریبا یک تک بودی یا تک شخصی عمل کرده بود. یعنی تنها توافقی که با دعا امضا شد آمریکا بود و طالبا بود. در کسود او نقش نداشت. بایدن برعکس میخواهد دوباره ایره به اصلاح صفر شروع کنه و سازمان ملل متحد ای داخل بسازه، کشورهای منطقه ای داخل بسازه و در چارچوب از او میخواهد که این موضوع سالا پیش ببره. ضمناً چیزی را که باید خود افغان ها بین خود پیشکش میکردن که امی توافقنامه صلح هست و یک رای حل را پیشنهاد میکردن با جزیاتش، متاسفانه افغان ها چی دولت چی طالب با و چی مخالفین سیاسی دولت و چی کسایی که در جریان بودن تا می یک سال گذشته هستن ندونستن که یک طرح را پیشکش کنن روی هر ملوزات که بودن. ایر بایدن یا اداره بایدن اداره نو بایست ایر پیشکش کرد. اگر ای در زمان بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. باز آمدم با اجازه تان دیگه. بفرمایید صحبت کنین. وقت ما کم است تقریبا. بسیار زیاد خوب بسیار زیاد لیکن که افسوس که وقتتان بسیار زیاد کم است. بله ها. اون بسیار زیاد است لیکن وقت بسیار زیاد کم. شما میتونید یکم وقت تر زنگ بزنید چون وقتی که حالا تقریبا 8 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم. آه من خدمت من نمیتونم تنها نام یادآوری میکنم و ما میخواهیم من قسمی که از ما میخواهیم که این منطقه یک ذره به میازمی حالت تشنجش رو بگرده. بله. با اجازه تان فقط در قسمت یعنی ریاستی و فدرالی ما طرفدار ریاستی در داخل افغانستان هستم. تنها دلیلش نیست خو البته بسیار زیاد است ولی فعلا چون وقت نیست ترا همه قد میگم چون ازبای بسیار پخته اینجا وجود نداره که اینا یک مسئولیت اس کنن و از طریق انتخابات که راستی واقعا عادلانه و پاک باشه با وجود بیاید که بعد از او باز میتونن در محل در هر قسمتی که ایالت باشه اونا بتونن به صورت صاف و از نگاه دموکراتیک اینا کار کنن. این در جایش میمانیم اینا ما میاییم در قسمت اینمی پیام سال. بله اسلامی هستم. شما میفهمین که در این قسمت فقط اینمی منطقه در یک تشنج خود فکری قرار داره و اگر امید نامه را شما اونه خواندین بهتر از ما کنم میفهمین شما ببینید که در این اوتو چیزی وجود نداره که بتانن این مسئله صلح به وجود بیاره. تنها یک مسئله بسیار زیاد در اینجا نو است که مسئله ملل متحد است که پایش در اینجا داخل کرده. اینال ما میخواییم در ملل متحد ما خصوصا در اینجا ملل متحد ما به عیش یک افغان ما چی توقع داریم از ملل متحد؟ ملل متحد اینمی منطقه را میتونه آرام کنه به یک شهر به این شهر که قوه اجرایی ملل متحد در این منطقه بیاید و مفهوم از اینکه ما در تاریخ خود ملل متحد زمان اوتانت به یاد مک فرمونشی ملل متحد بود این در خود افریقا تشنج که میشد اینمی کلابی اینمی لشکرهای صلح روان میکرد در اونجا بعضی چیزها را به اصطلاح آرام میساخت و یک حالت یک آرامش به وجود میارد و همین قسم وقتی که در خود جنگ کیوبا اگر باشه شما اونه بیتر میفهمید این بین این روس و امریکا ببینید که این این ملل متحد بسیار شاکار و خاص کرد کنه اون که مسئله مهمی بین مللی را حل کرد. این یک موضوعات بسیار عادی لیکن نه این در مسئله افغانستان ملل متحد در اینجا پای خود عملا پیش کنن. چرا این خود ملل متحد لیکن اینطور نیست که ما بتانه در یک نقطه مشخص این را میده اتقا کنه و این نه امی منطقه بین المللی که در پیشش هست خود چرا این ملل متحد هست؟ ملل متحد این اینجا میدانه که تمام دولت ها خود چون پیشش هست در این قسمت 1000 عسکر سلم کلابی در خط دیورن بیاره. ما مشکل ما در اینجا که منبی را میمانیم فقط در حالتی از گفتی که از منبی آب را میمانیم در چشمه را میمانیم در زیر خود چشمه در جای چشمه ما مشغول هستیم هر قبل که اونمون منبی را ما ملل متحد این را میجا ما با
میبخیر وقت ما ما وقت ما خود سربرا بشکنانی وقتی که پای شما کشیده شد وقتی که در اینجا میبخشید وقت ما خاتمه یافت آقای آتش میبخشید وقت ما خاتمه یافت در نماینده وقت‌تر زنگ بزنین میتونیم باز بحث کنیم ما به مو میپردازم میترس که این قسمت صلح آدم میتونه سر این که امریکا در قسمت چی گزینه ها داره این که دولت در قسمت چی گزینه ها داره آیا و طالبا و اسلام ملل متحد و ملل متحد رولش چی هست؟ تنها همی قرض ملل متحد یک آتش بسی قطعی سر طالب بکن که اقلا بفهمی که قدرت ملل متحد چیز بار از در مجلس بیشتیلند در قایده بله بخشید با کمال اعترام خواهش میکنم در برنامه اینده باز درست میپردازم شکر بینای عزیز دوست ما باز هم مثل سابق در آخر زنگ زدن انشاءالله که در آینده شاید وقت‌تر زنگ بزنن آدم میتونه با این موضوع صحبت کنه سه موضوعی که من در برای آینده میپرازم به میست که خود دولت با اصلاح اسلام دولت در مقابل این توافقنامه و اسلام طالبان در مقابل توافقنامه و کشورهای دیگه که در این موضوع دخیل هستن در منازعات افغانستان اسلام اونا چی خواهد بود در اون رقابت میتونیم صحبت کنیم برنامه امشب خاتمه میفته خداحافظ شما روز شما خوش شب شما بخیر I love getting my kids ready and driving them to school but a care-